بگم که من از چه طریق به کشور زیبای اندونزی مهاجرت کردم و اینکه راه‌های مهاجرت به کشور اندونزی و انواع ویزاها و راه‌های اقامت به این کشور زیبا رو بهتون میخوام بگم. حتما اگه قصد سفر و یا مهاجرت به این کشور زیبا رو داریم بهتون پیشنهاد میکنم که تا انتهای ویدیو همراه من باشین، چون اطلاعاتی که بهتون میدم اطلاعات خیلی مهم و مفیدیه که مطمئنن به دردتون میخوره و میتونید متناسب با شرایطتون هر کدوم از این راههایی که میگم رو انتخاب بکنید. و اینکه ممنون میشم که کانال من حتما سابسکرایب کنید و اگر سوالی دارید حتما تو کامنت ها بگید که من حتما اونجا جوابتون رو میدم. خب اولین ویزا ویزای توریستیه برای کسایی که میخوان 30 روز از زیبایی های این کشور دیدن کنن. این ویزای توریستی به مدت 30 روز برای شما صادر میشه و دوباره 30 روز دیگه هم تمدیدش میتونید بکنید که دقیقا میشه گفت 60 روز شما میتونید تو کشور اندونزی اقامت داشته باشین از طریق ویزای توریستی و از این زیبایی طبیعت بکر اینجا لذت ببرید. هزینه این ویزای توریستی بین 240 تا 365 دلاره که حالا این قیمت یک مقدار متغیره، ولی حدوداً قیمت ویزای توریستی به این صورته. دومین راهی که شما میتونید اقامت اندونزی رو بگیرید از طریق کیتاس کاریه. کیتاس کاری چیه؟ کیتاس کاری برای کسایی که میخوان توی شرکت اندونزیایی کار کنن. برای این کار هم حتما باید یک کارفرما یا اسپانسر اندونزیایی داشته باشید که برای شما مجوز کار رو از وزارت کار اندونزی بگیره. در این صورت شما میتونید از طریق اون مجوز کاری که اسپانسر شما برای شما گرفته توی اون شرکت اندونزیایی به مدت 1 سال کار کنید و باز هم قابل تمدید هستش. این هم یکی از راهایی که به نسبت راحت تره، ولی خب حتما باید شما درخواست کار از یه شرکت یا کارفرمای اندونزیایی داشته باشید و اسپانسرتون بشن. سومین راه اقامت به کشور اندونزی که خیلی هم راحت تر از روش های دیگه است اینه که ازدواج با یک فرد اندونزیایی. شما از طریق ازدواج با یک فرد اندونزیایی میتونید اقامت موقت این کشور رو بگیرید و بعد از 2 سال کتاب یا همون اقامت دائم رو بگیرید. شرایطش هم اینه که حتما با یک فرد اندونزیایی ازدواج کنید، همسر شما اسپانسر شما بشه و بعد از 2 سال زندگی مشترک هم میتونید اقامت دائمتون رو بگیرید و بعدش راحت اقامتتون رو ادامه بدید و حتی وارد هر کاری که دلتون میخواد بشید. این هم یکی از راهاییه که به نظر من خیلی آسونه، ولی خب دیگه بستگی داره که شما بخواید چه تصمیمی بگیرید. خب بریم سراغ اقامت از طریق سرمایه گذاری، همون راهی که ما از طریقش به این کشور مهاجرت کردیم. اقامت از طریق سرمایه گذاری به این صورته که شما مبلغ 10 میلیارد روپیه رو به عنوان سرمایه گذاری توی یه شرکت یا یه کسب و کار باید حتما در نظر بگیرید. یعنی حداقل 10 میلیارد روپیه برای سرمایه گذاری توی یه شرکت یا یه کسب و کار لازمه. بعد از اینکه شما سرمایه گذاری انجام دادید باید ثبت شرکت انجام بدید که هزینه اونم حداقل 100 میلیون روپیه است و بعد از اون شما اقامت 1 یا 2 ساله میگیرید که اگه همینجوری سرمایه گذاریتون پا برجا باشه و کسب و کارتون رو داشته باشین بهتون کتاب یا همون اقامت دائم تعلق میگیره که راحت میتونید توی این کشور کار بکنید، زندگی بکنید و در این حال هم درآمد خودتون رو دارید، همین که میتونید اقامت دائم این کشور رو هم به دست بیارید. اقامت از طریق بازنشستگی، این نوع اقامت مخصوص کسایی که میخوان کشور اندونزی بازنشسته بشن. حداقل شرایطی که برای این اقامت لازمه اینه که حتما باید اون شخص 55 سال سن داشته باشه، ماهی 20 میلیون روپیه باید درآمد داشته باشه که تمکن مالیشو نشون بده و اینکه یک آپارتمان یا خونه یه خونه یا آپارتمان رو باید حتما توی اندونزی اجاره کرده باشه و بعد از این بهش 1 یا 2 سال اقامت میدن که قابل تمدیده و بعد از اون میتونه برای اقامت طولانی مدت یا همون کتابش اقدام بکنه. یکی دیگه از راهایی که شما میتونید اقامت کشور اندونزی رو بگیرید اقامت از طریق تحصیله. یعنی شما میتونید برای اینکه توی کشور اندونزی تحصیل بکنید کتاب تحصیلی بگیرید. کتاب تحصیلی به چه شکل
میکنه، شما حتما باید یک نامه پذیرش از یک مؤسسه آموزشی معتبر توی اندونزی دریافت کنید که اونها بیان به عنوان اسپانسر عمل بکنن و برای شما درخواست کلاس تحصیلی بدن. از این طریق شما میتونید تا پایان تحصیلاتتون توی این کشور اقامت داشته باشین و سال به سال این اقامتتون رو تمدید بکنید. خب همونطور که دیدین انواع مختلفی از ویزاها برای اقامت کشور اندونزی هست. هر کسی با توجه به شرایط خودش و با توجه به هدفی که داره میتونه اقدام بکنه و بهتون پیشنهاد میدم که باز هم برید حتما تحقیقاتتون رو تکمیل بکنید و با اطلاعات دقیق تر وارد این پروسه بشین. ولی به نظر من با توجه به تجربه یک ساله خودم، وقتی که توی کشوری شما هم کار داشته باشید هم زندگی بکنی خیلی موفق تری. باز هم اگه سوالی هست کامنت ها بنویسید، من جوابتون رو میدم و حتما کانال منو سابسکرایب کنید که اطلاعات بیشتری رو بتونید به دست بیارید.